بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام و على سید الانبیاء والمرسلین و آله و صحبه اجمعین اما بعد بیندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما در جلسه گذشته مقداری از احادیثی را که در زمینه فضیلت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند خدمت شما بینندگان گرامی بیان کردیم همچنان با فضایل این مرد لحظه های دشوار و لحظه های سخت و این یارغار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کسی که در بحرانی ترین شرایط در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن و لحظه ایشون رو تنها نگذاشتن در خدمت شما هستیم باشد که بتوانیم گوشه از این فضیلت های این شخصیت بزرگوار رو بشناسیم و بتوانیم در واقع این شخصیت رو به عنوان کسی که بعد از انبیا علیه مسلات و بزرگترین فرد این امت هست برای خودمون در مسیر زندگی اسوه و الگو قرار بدیم زیرا ایشون در مسیری حرکت کردند که قرآن دستور داده بود و در مسیری حرکت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده بود یا به عبارت دیگر بزرگترین و بهترین شاگرد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به نص قرآن کریم و احادیث رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم و نظر اصحاب پیامبر اکرم من جمله عمر و علی و سایر صحابه پیامبر اکرم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هست شخصیتی که اگر ما خواسته باشیم تاریخ زندگیش رو ورق بزنیم میبینیم که ایشون خدمات بسیار بزرگی در لحظات مختلف و در شرایط مختلف به اسلام عرضه کردند در اولین روزهای دعوت اسلامی مردم را به سوی اسلام دعوت دادند در جریان دشوار هجرت در کنار رسول مکرم اسلام هجرت کردند در لحظات سخت و دشوار وفات رسول مکرم اسلام زمانی که صحابه سراسیمه و مسترب بودند و پریشان بودند اون کسی که در این موضع سخت و محکم و استوار ایستاد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود بعد از وفات رسول اکرم هنگامی که تعداد زیادی از تازه مسلمانان و از عرب و بادیانشینان مرتد شدند اون کسی که تونست این ارتداد رو مهار بکنه و در واقع در برابر اونها به مبارزه بپردازد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود ما در این جلسات با گوشههایی از فضایل این مرد بزرگوار میخواهیم آشنا بشیم آیا کسب این فضیلت ها محبوب ترین شخص شدن نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و همینطوری با ادعا و حرف زدن می شود یا این شخصیت در میدان عمل و در صحنه عمل هم اثبات نمودند که در واقع مرد عمل هست و مرد لحظات دشوار و سخت هست چنانچه تاریخ به اثبات رسانده حدیثی است در صحیح مسلم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند روزی فرمودند من اصبح منکم اليوم صائما امروز چه کسی از شما روزه داشته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند من بعدش فرمودند فمن تبع منکم اليوم جنازه چه کسی امروز از شما در تشیه جنازه شرکت کرده است ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند من بعدش فرمودند پیامبر فرمود من عتم منکم اليوم مسکینا چه کسی امروز از شما مسکینی رو غذا دادند ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند من بعدش فرمودند فمن عاد منکم اليوم مریضا چه کسی از شما امروز به ایادت بیماری رفته است ابو صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند من رسول مکرم اسلام فرمودند مجتمعنا فی امر ان الا دخل الجنه این صفات و این ویژگی ها در هیچ انسانی جمع نمی شوند مگر اینکه وارد بهشت می شود یعنی هر انسانی که این ویژگی ها را داشته باشد روزه بگیرد ایادت مریض بکند به مساکین غذا بدهد و این کارهای خیر را انجام بدهد وارد بهشت می گردد و این گونه پیامبر مکرم اسلام در این حدیث و در احادیث متعددی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو در دنیا بشارت به بهش دادند این است که همون طوری که معروف و مشهور هست ابو بکر یکی از اشره مبشره یعنی یکی از اون ده نفری است که پیامبر اکرم در دنیا بهشون بشارت به بهش دادند چنین تصور نکنیم که بشارت های پیامبر و مجده پیامبر خدای نکرده به خاطر مصالح و منافی بودند بلکه پیامبر خدا اون کسی است که خداوند عز و در موردش میفرماید و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها رسول مکرم اسلام از هوا و هوس و از خواهشات نفسانیش سخن نمیگوید بلکه سخنش وحی الهی است و فکر نکنید که وحی الهی بدون دلیل ابوبکر رو بهشتی میدونه بلکه ابوبکر بهشتی است به خاطر اعمالی که انجام داده به خاطر حرکت هایی که انجام داده به خاطر خدماتی رو که تقدیم اسلام و تقدیم رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نموده است پس این حدیث هم اینه میرسونه که وقتی پیامبر پرسید که چه کسی این کارها رو انجام داده و ابوبکر صدیق فرمود من این کارها رو انجام دادم بشارت پیامبر این میرسونه که بشارت پیامبر بر اساس اعمال هست پیامبر میدونستند که ابوبکر اهل عمل و اهل خیر هست و اون کسانی رو که اساسا بشارت بهش دادن میدانستند که اهل خیر و اهل عمل هستند که اونها بشارت دادند حدیثی دیگر در صحیح بخاری از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت هست که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من جر ثوبه خیلا دخل النار هر کس که لباسش را از روی تکبر روی زمین بکشد و لباسش بلند باشد طوری که روی زمین کشیده شود و این کار رو متکبرانه انجام بدهد دخل نار وارد جهنم می شود ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمودند یا رسول الله انی لا اتعهد ذالک من سعی می کنم که لباسم رو بلند بکنم اما نمی توانم بر این در واقع مرتب و منظم باشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند انک لست تصنع ذلك خیلا شما این کار رو به خاطر تکبر و از روی تکبر انجام نمیدید و این در واقع فضیلتی دیگر و منقبتی دیگر از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و اون دوری کبر که صفتی بسیار زشت و ناپسند هست از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه توسط رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده و وارد شده است حدیثی دیگر بسیار جالب هست باز هم در صحیح بخاری از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه خادم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. صحابی که در حیات مدنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت رسول الله بود کسی که انس رو خودش روایت می کند می مادرم وقتی که پیامبر اکرم به مدینه مشرف شدن مادرم مرا خدمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آوردند و گفتند این انس بچه زیرک و هوشیار است دوست دارم در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد در خدمت توی پیامبر باشد رسول الله تایید کرد و این پذیرفت و از اون به بعد این انس ابن مالک به عنوان خدمتگزار رسول الله صلی الله علیه وسلم و کسی که در خدمت رسول مکرم اسلام بود معروف و مشهور گردید این انس ابن مالک حدیثی رو از پیامبر اکرم روایت میکنه میگه نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم و ابو و ابوبکر و عمر و عثمان بالای کوه احد رفتند بعد از اینکه بالای کوه الاهد رفتن کوه شروع به لرزیدن نمود پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان بالای کوه بودند که کوه شروع به لرزیدن نمود پیامبر اکرم خطاب به کوه فرمودند اثبت یا احد یا اسبت اسبت یا احد ای ثابت بمان فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان ای ثابت بمان زیرا بالای تو همکنون یک پیامبر و یک صدیق که بکر باشد و شهیدان و دو تا شهید هستند اون هم عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهما هستند که هر دو تا به شهادت رسیدند پس ما میبینیم که مقام صدیق بودن و مقام در واقع صدیقین بالاتر از مقام شهده است چنانچه پیامبر اکرم در این حدیث فرمودند فانما ما عليك نبي و صدیق اول نبی رو اسم گرفتن و بعد از اون صدیق رو اسم گرفتن که ابو بکر باشه و بعد از اون فرمودند شهیدان دو تا شهید بالای تو هستند که عمر و عثمان رضی الله تعالی انهما باشند و همچنین در قرآن کریم ما میخونیم که اومده و من یتع الله و رسول فاولا که معلذین عنام الله علیهم کسی که از خدا و رسولش اطاعت بکند با کسانی هش می شود که خداوند بر آنها احسان نموده من النبیین و صدیقین و وحسن و صالحین و حسن اولای که رفیقا با نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین و اینها رفیقان و دوستان خوبی هستند پس درست است که ابو بکر رضی الله تعالی عنه شهادت مانند عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم که به شهادت رسیدن شهید نشد اما طبق این آیه قرآن کریم و همچنین حدیث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و, علی و سلم مقام صدیقیت بالاتر از مقام در واقع شهادت و صالحین هست چنانچه در قرآن کریم به همین ترتیب اومدند که قرآن کریم میفرماید فاولایک مع الذین الله علیهم من النبیین و والشهداء و و از نبیین منعم علیهم اون کسانی که بر اونها خداوند احسان کرده و انعام کرده اونها پیامبران هستند صدیقین هستند شهدا و صالحین هستند پس در این هیچ شکی وجود ندارد که بسیاری از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم جزء صدیقان باشند اما اولین صدیق این امت و اون کسی که به اسم صدیق شهرت یافت و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سوگند یاد میکرد که اسم صدیق را خداوند عزوجل از آسمان برای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نازل نموده اولین مصداق صدیق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه از طبق حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و آیه قرآن کریم که در واقع صدیقین رو بعد از انبیا علیه مسلات و سلام برشمرده دعا بکنید که خداوند عز و جل هم به ما هم این توفیق رو عنایت بکند که ما عمل کردی داشته باشیم و راهی رو در مسیر و زندگیمون انتخاب بکنیم که خداوند عز و جل در روز قیامت ما رو با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هش نماید و همچنین محبت یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شاگردانی که زیر نظر مستقیم پیامبر اکرم و با آیات قرآن کریم تربیت شدند و در واقع تربیت یافتگان قرآن کریم بودند خداوند محبت اینها رو در دل ما غرس نماید و به ما این توفیق رو عنایت کند که ما در مسیری که اونها گام برداشتن گام برداریم و در پایان تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که باز هم در خدمت دوستان و گرام دوستان و سروران گرامی خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.